خب عرض کنم خدمتون، باز هم در خدمت عزیزان به خصوص میهمانان عزیز و ارزشمندی که در این محفل حضور دارن هستیم. اگر سوالاتی هست، ترجمه یکی از آیات کریمه قرآن رو یا قسمتی از اون ترجمه رو یکی از برادران بفرمایند تا آقا سید محمد حسین آیه کریمه رو تلاوت بفرمایند. بفرمایید. بسم الله. فارسیشو بگید، ایشون عربیشو بگید. مشکله، چون ایشون به حمد الله عنایت دارن. ترجمه قرآن شوخی نیست. اگر آقا این ترجمه آیه یک قسمتی ترجمه این یه مقدار ارتباط با ای کسانی که ایمان آوردید صبر داشته باشید. یا ایها الذین آمنوا اصبروا وصابروا وعابتوا. احسن. چه سوره ایه؟ چه سوره ایه؟ آخر سوره چیه؟ آل عمران. احسنتم بارک. احسنتم. خب جامعیان بسم الله. اون کسانی که ایمان آوردن و عمل صالح کردن در بهشت نعیمن. پس اون کسانی که ایمان آوردن و عمل صالح کردن در بهشت نعیمن. پس میشه چی؟ ثم. بله بخونید. بله اون کسانی که ایمان آوردن بخون و عمل صالح کردن. فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم. بله چه سوره این؟ چون ایشون کلمه پس رو ثم گرفته بودن، یه مقدار توی تطبیق با آیه ایشون کلمه فا به کار بردن به معنای پس. این در چه سوره بود؟ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم. عنکبوت. عنکبوت هست. برادران میتونن از ایشون سوال فارسی بپرسن، سوالات روزمره. ایشون ان شاء الله به فضل الهی بتونن از آیات با آیه جوابشون رو بدن. بفرمایید جناب آقا. در کجای قرآن 3 و 4 5 و 6 اومده؟ کامپیوتر هستن، تست کامپیوتری هم دارن. نون ثلاثه و غابهم کلبهم و یقولون خمسه سادسهم کلبهم. بله ان شاء الله. برادر بزرگواری که سوال فرمودن جدا عرض کردن متخصص کامپیوتر هستن، سوالی در زمینه همین موارد مطرح فرمودن. شاید اگر به دستگاه خودشون میدادن یه چند صدم ثانیه بیشتر طول میکشید برای جواب دادن. ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. خب من خواهش میکنم یکی دو مورد از اون لطائف رو هم خود جناب عالی در برخورد با بعضی از علما بزرگوار موارد عجیبی داشتن ان شاء الله عنایت بفرمایید. بله در رابطه با شمارش آیا در رابطه با سه و شش و پنج عدد دیگه ما داریم تو جای دیگه داریم از قرآن که این آیات ذکر شده باشه؟ در چه سوره ای هست؟ تعالاف من الملائکه منزلین. بله خب 5000 تا هم داریم. بله 5000 من الملائکه مسو 100000 تا یا بیشتر الا وصلنا الى 100000 او يزيدون. ما شاء الله. صلواتی ختم فرمایید. بله یه چند هفته قبل حضرت آیت الله خزعلی حافظ کل قرآن به منزل ما تشریف برده بودن برای دیدن ایشون و امتحان کردن از ایشون. به حمد الله 3 جلسه ایشون تشریف آوردن و هر جلسه 1 ساعت از ایشون سوال می‌فرمودن. در پایان یکی از این جلسات ایشون فرمودن که ما عید قدیر در تهران هستیم و ان شاء الله شما که تشریف میارید منزل ما. ایشون فرمودن فلان ابرح الارض حتی یاذن لی ابی، اگر پدرم اجازه بده من میام خدمت شما. بعد حضرت آیت الله فرمودن که من میخوام
یک دست لباس خیلی خوب برای شما بگیرم و روز عید قدیر بر تن شما بکنم. شما دوست دارید این لباس رو لباس براتون ایشون فهمید که لباس و تقوا ذالک خیر. اگر لباس تقوا دارید بر تن من بکنید. ماشاءالله. جناب آقای طباطبایی، من میخواستم خواهش کنم چون این محفل با شکوه رو همکنون بینندگان عزیز و ارجمند ما در میهن اسلامی نظارگر هستند و بسیار مشتاق بودند که همراه با دیگر زائرین خانه خدا در این سرزمین مقدس حضور داشته باشند، از جناب عالی میخواستم خواهش بکنم که اگر توصیه‌ای برای پدران و مادران امت اسلام دارید در ارتباط با این عنایتی که خدای متعال در حق فرزند شما فرموده، این رو هم بیان بفرمایید که همه پدران و مادران بدانند که با این امانت‌های معصوم الهی چگونه باید برخورد کنند. بنده کوچکتر از اون هستم که میخوام توصیه‌ای داشته باشم، اما به عنوان اینکه به عنوان یک مربی قرآن، کسی که کار کرده در این زمینه، خدمت کلیه والدین محترم عرض می‌کنم که خودشون ابتداءً باید عنایت به قرآن داشته باشن. خود پدر و مادر باید در منزل قرآن بخونن. اگر پدر و مادری در منزل خودشون قرآن نخونن، نباید انتظار داشته باشن که بچه‌شون حافظ قرآن بشه، قاری قرآن بشه، معانی قرآن رو درک بکنه. من همینطور که ایشون الان با قرآن صحبت میکنه، تو منزل از آیات قرآن زیاد استفاده میکردم و ایشون هم به تبع یاد گرفتن و مادر ایشون قرآن میخوندن هر روز. برای یک حافظ اینطور هست که هر روز باید یک جزء از قرآن یا بیشتر یا کمتر تلاوت کنه و ایشون از اون موقعی که چشم باز کرده دیده ما در منزل قرآن میخونیم، رحلی داشتیم قرآن میخوندیم و به تبع ایشون هم یاد گرفته. من توصیه‌ام این است که خود والدین قرآن بخونن و قرآن رو یاد بگیرن. ما از جناب عالی بسیار سپاسگزاریم و آرزو میکنیم که توصیه‌ای که جناب عالی فرمودید ان شاء الله آویزه گوش پدران و مادرانی باشد که خواهان مسئولیت فرزندان معصوم خودشون در مقابل امواج بیرحم تهاجم فرهنگی است. حضرت کنیم که محمد حسین آقا، خود شما چه نصیحتی برای ما و دیگران دارید؟ ما هم همون به همین خاطر عرض کردیم کنم آیه براشون و امر اهلک بالصلاة. بسیار خوب، احسنت.